سلام و همه شما همراهان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستین خوب و سلامت باشین و فرصت همراهی ما رو داشته باشین. ۲۴ آذر یک کنفرانس ویدیو سراسری با حضور خانم رجوی و شخصیت‌های سیاسی و جوامع ایرانی همزمان در 42 شهر در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار شد. کنفرانس برای بررسی تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها بود. متن سخنرانی خانم رجوی در این رابطه در سایت مریم رجوی منتشر شده که عنوانش است: سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس بین المللی جوامع ایرانی. رژیم ولایت فقیه برای فرار از سرنگونی برون رفتی ندارد. شورای ملی مقاومت هم در همین رابطه اطلاعیه منتشر کرده و ضمن انتشار خلاصه ای از این کنفرانس و معرفی شخصیت هایی که حضور داشتند، به بخشایی از صحبت های میهمانان و همینطور نمایندگان جوامع ایرانیان اشاره کرده. عنوان این اطلاعیه که در سایت رسمی شورای ملی مقاومت هم منتشر شده اینه: کنفرانس ویدیو مشترک جوامع ایرانیان در 42 شهر در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا. در بخشی از این اطلاعیه از قول نمایندگان جوامع ایرانیان نوشته: افشای طرح‌ها و توطئه‌های وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس و دیگر ارگان‌های رژیم آخوندی علیه یگانه آلترناتیو دموکراتیک این رژیم در خارج از کشور، از جمله شبکه خبرنگاران دوست، را بخشی از وظیفه خود در راستای قیام و سرنگونی رژیم می‌دانند. به همین مناسبت سایت مجاهد مقاله منتشر کرده که در اون به تشریح مفاهیمی در رابطه با حقوق بشر پرداخته. عنوان این مقاله هست: توقف به صدور تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران، و در اون به قطعنامه کمیته سوم در رابطه با ایران آخوندزده و پیشینه اعلامیه جهانی حقوق بشر و متن اون پرداخته. اما موضوع قابل توجه دیگه در رابطه با ایران اعتراض کارگران با غیرت هست که این بار وعده دادند که اگه پاسخ خواستهاشون رو ندن به صورت یک دست و یک پارچه راهی تهران میشن. اعتراضاتی که بیش از یک ماه خستگی ناپذیر ادامه داره. اگه یادتون باشه در برنامه قبل گفتیم که سایت مجاهد قصد داره که سلسله مقالات اعتراضات کارگران فولاد اهواز و ریشه های اون رو به تصویر بکشه. حالا قسمت دوم این مقاله منتشر شده. مقاله کارگران فولاد اهواز، کاوه های قیام آفرین، در قسمت دوم خودش به ملاخر شدن گروه صنعتی فولاد اهواز، خواسته های کارگران و پاسخ فریبکارانه سردمداران رژیم به خواسته های اونها پرداخته. فکر میکنم این سلسله مقاله به خوبی گوشه ای از فساد سیستماتیک نظام ولایت رو افشا میکنه. همون چیزی که خامنه ای در سخنرانی هاش بارها تلاش کرده که بگه هست، اما به صورت سیستماتیک نیست. سایت ایران آزادی در مقاله ای با عنوان خامنه ای فساد سیستمی را انکار میکند، این فساد اگر سیستمی نیست پس چیست؟ نگاهی داره به شواهدی در رابطه با سیستماتیک بودن فساد در حکومت آخوندی و همچنین مقوله فرار مالیاتی. اگه نگاهی به سخنرانی اخیر خامنه ای در 21 آذر داشته باشیم، یکی از هشدارهای اصلیش در رابطه با این بود که می گفت دشمنان می خواهند دو دستگی و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنند. البته روشنه که وحشت اصلیش از قیام مردم ایران و مقاومت ایران. سایت مجاهد در مقاله‌ای با عنوان نمایش‌های جمعه نمایشگاه دو دستگی نشون میده که چطور علارغم تلاش ولی فقیه برای اتحاد بین دو باند، اما شکاف و دو دستگی درون رژیم به قدری عمیقه که نمایش‌های جمعه این هفته نمایشگاه بروز این دو دستگی‌ها شد. به دنبال این هشدار آماده باش و ابراز وحشت خامنه ای، بخش دیگه ای از صحبت‌های امام جمعه های ولی فقیه در شهرهای مختلف کشور به دشمن و نقش براندازانی اون در سال آینده اختصاص داشت. سایت مجاهد در مقاله با عنوان نگرانی امام جمعه خامنه ای نسبت به نقشه دشمن برانداز در سال 98 به بخشی از صحبت‌های این فسیل‌های حکومتی پرداخته.
اگه موافق باشین در پایان گزارش امروزمون سری بزنیم به سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت و در بخش زنان مقاومت ایران با یکی دیگه از زنان مجاهد آشنا بشیم. مقاله به انتخابم افتخار میکنم به قلم سمیه معینی از فراز و نشیب‌های راه میگه و از علت انتخاب مبارزه و زخمای ایران و مرهمی که برای اونها هست. با تشکر از اینکه امروز هم تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و تا دیدار دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق باشید و سربلند.